همه چیز در تصویرسازی ذهنی فوق‌العاده‌ات قرار دارد. هر چه که قابل درک و قابل فهم باشد با تصویرسازی ذهنی فوق‌العاده‌ات همراه است و همه آنچه که با خود نهان داشته ای یا ابراز می کنی در تصویرسازی ذهنی فوق‌العاده توست و این دنیای فانی سایه‌ای بیش نیست. در نظام هستی تو با من همراه هستی و من با تو همراه هستم. کل نظام پهناور هستی در تصویرسازی ذهنی فوق‌العاده توست. حال می خواهی با آن چه کنی؟ چطور می خواهی آن را بسازی؟ چطور می خواهی آن بنا و ساختمان را بازسازی کنی که برای آن بازسازی است آن چه که در این دنیا با آن مواجه خواهی شد؟ اما همواره در نظر داشته باشید که این بازسازی یک هنر است و دقیقاً به سان دیگر هنرهایی که ما می‌شناسیم برای روش تمرین این هنر نهایت تلاش و کنکاش را هوشمندانه باید به کار بگیریم. برای رمز و رازی که بزرگترین رمز و رازی است که انسان می‌تواند آن را برشمارد باید نهایت تلاش و کنکاش را هوشمندانه به کار گیریم. حالا اینجا اجازه دهید که چند رویکرد یا روش را به این رمز و راز برای شما بازگو کنم. فرض کنید که من شغل بهتری می‌خواهم که البته شغل خوبی هم ندارم. آنطور که دیگران و هستی به من اثبات می‌کند و در گوش من زمزمه می‌کند که البته بازتابی از شک و تردیدهای من هستند که من صلاحیت، تخصص لازم و ویژگی‌های لازم برای آن شغل را ندارم و آنچه که دیگران به من می‌گویند متفاوت است از آنچه که خودم به خودم تلقین می‌کنم و تصویرسازی ذهنی می‌کنم. بنابراین اگر من شک و تردید داشته باشم آنها به من خواهند گفت که من صلاحیت لازم را ندارم، نمیتوانم آن شغل را به دست بیاورم یا اینکه زمان مناسب رسیدن به آن شغل برای من فرا نرسیده است یا اینکه رسیدن به آن شغل مشکل است. اجازه دهید برای لحظاتی آنچه که بازتاب تردید و شک در من است را در نظر نگیریم و گمان کنیم که هیچ شک و تردیدی برای من در رسیدن به آن شغل و جایگاه وجود ندارد و سپس از خودم بپرسم که من چه می‌خواهم و این تنها چیزی است که به من می‌گوید که من در گذشته چه کرده ام اما الان چه می‌خواهم. وقتی که من دقیقاً بدانم که چه می‌خواهم، اجازه دهید که من جسارت داشته باشم و فرض کنم که الان همان انسانی هستم که می‌خواهم باشم و دقیقاً با همان حس و حال که به آن فرد تبدیل شده ام قدم بزنم، راه بروم و رفتار کنم. اگر من جسارت اصرار بر آن تصویرسازی ذهنی را داشته باشم، جهان پیرامون من طوری فراهم خواهد کرد و طوری همه چیز را خواهد چید که تصورات درونی و تصویرسازی ذهنی من که روی آنها تأثیر دارم و قطعاً آنها در زندگی من تأثیر دارند به منصه ظهور برسند و در جلوی دیدگاه من و در جلوی دیدگان دنیا آن اتفاق به یک حقیقت تبدیل شود. ما به چه چیزهایی حقیقت میگوییم؟ حقیقت در تصورات ما نهفته است و نه در واقعیت خودش. کل نظام گسترده هستی بسیار حقیقی به نظر میرسد و ما فکر میکنیم که این واقعیت از آن حقیقت نشأت میگیرد که البته آن واقعیت در آنجا نیست و در تصورات ماست و ما آن تصورات را به صفحه روزگار و هستی منعکسش میکنیم. حالا چند وجه از این اصول شگفت‌انگیز در دنیا وجود دارد. اینجایی که من در این اتاق ایستاده ام و دارم به شما نگاه میکنم و با شما سخن میگویم و همه شما که در این اتاق هستید حقیقی هستید. با این وجود خانه من در ذهن من تصوری دورتر از این اتاق واقعی در ذهن من است. همچنین خانه های شما تصویری دورتر از این اتاق واقعی در ذهن شماست. من هفته دو بار به مدت یک ساعت به اینجا می آیم و در خانه ام تقریباً 24 ساعت روز و 7 روز هفته را زندگی می کنم.
و البته خانه من واقعیتی جدیتر برای من است تا این اتاق. این اتاق توسط افراد بسیاری به کار گرفته می شود و سخنرانی های مختلف در این اتاق اتفاق می افتد و خانه من تنها توسط خانواده کوچک من مورد استفاده قرار می گیرد، من و همسرم. با این وجود در این لحظه تصوری که من از خانه ام دارم یک تصویر یک بعدی است و این اتاق یک حقیقتی مکعبی و چند بعدی، چرا که این اتاق که من در موردش کمی می دانم یک حقیقت سه بعدی و مکعبی است و خانه ام که بسیاری در موردش می دانم تبدیل به یک تصویر یک بعدی شده است، چون من اکنون در این اتاق هستم. اگر من داخل اتاق باشم، من به این اتاق واقعیت می بخشم و وقتی که یک ساعت دیگر این اتاق را ترک کنم، این اتاق تنها تصویری یک بعدی خواهد بود. من به خانه ام می روم و وارد اتاقم می شوم و آن تبدیل به یک واقعیت سه بعدی و قابل لمس خواهد شد. حالا این همان راز است که باید بدانیم. انسان سر تا سر تصویرسازی ذهنی است و انسان خداوندگار زندگی خیش است. همانطور که روح خداوندی در ما دمیده شده است و در ما حضور دارد، و البته اگر به این قضیه ایمان دارید، بدن فانی انسانی تصویرسازی ذهنی است و آن خود خداوند است. برای تصویرسازی کامل من باید آنچه باشم که در تصویرسازی ذهنی هستم. من در این بدن کوچک که اکنون در آن هستم نمی گنجم. من این بدن را همانطور که کت و شلوار به تن دارم به تن کردم. روزی خواهد آمد که این دست لباس را بیرون خواهم آورد و دور خواهم انداخت، همانطور که همین بدن حقیر را از خود واقعی بیرون درآورده و بیرون خواهم انداخت. اما خود ابدی من تصویرسازی فوق‌العاده ذهنی من است و من به این جامه که پوشیده ام و دنیا آن را می‌بیند محدود نخواهم شد. من می توانم روی صندلی بنشینم و تصور کنم که جای دیگری هستم و اگر جسارت این را داشته باشم که تصور کنم در جایی دیگر هستم و آن را به حقیقت تبدیل کنم و به آن تصویر تمام ویژگی های حقیقی را القا کنم، من در همان جایی خواهم بود که متصور می شوم. من چطور به این موضوع پی خواهم برد که در آن تصویرسازی ذهنی ام هستم و آن تصویرسازی ذهنی بر من اتفاق خواهد افتاد؟ خب با فکر به دنیای واقعی، کاری که همه ما انجام می دهیم. البته باید به این هم فکر بکنیم که چطور بدانم در آن جایی هستم که خواهم بود. حالا ممکن است از من بپرسید که تو میگویی من همه تصویرسازی ذهنی هستم و باید در جایی باشم که متصور میشوم. بسیار خوب، چگونه بدانم که واقعا من در آنجا هستم؟ خب اجازه بدهید که با مثالی به جهان هستی همین موضوع را بیاندیشیم و متصور شویم. ما اکنون در نیویورک سیتی هستیم. آیا لس آنجلس را در اطراف خود میبینیم؟ آیا ما در لس آنجلس ایستاده ایم؟ قطعا نه، ما در نیویورک سیتی هستیم. اما اگر من لس آنجلس که 300 مایل در سمت غرب من است را نمیبینم، معنیش این نیست که در تصویرسازی ذهنیم هم نمیتوانم آن را متصور شوم. زمانی که شما میخواهید تصور کنید که در لس آنجلس هستید، باید به گونه ای تصور کنید که لس آنجلس با اینکه 300 مایل در سمت غرب ماست، خود را در لس آنجلس متصور شویم و نیویورک را در 300 مایل در شرق خودمان متصور شویم. در واقع حرکت تنها با تغییر در موقعیت نسبی اشیا قابل دیدن و قابل درک است. بسیار خوب، الان اگر من حس کنم که واقعا حرکت کرده ام، پس اجازه دهید که این حرکت را در تصویرسازی ذهنی خود هم بروز دهیم و متصور شویم که جابجا شده ایم و در لس آنجلس هستیم و نیویورک در 300 مایلی شرق ماست. ما همان کار را کردیم، بالا رفتن و از بالا دیدن دنیای اجتماعی یا اقتصادی یا دنیای ذهنی. امروز دوستان من مرا به عنوان فردی متشخص می شناسند. فرض کنید که من می خواهم آن تصویری که در ذهن دوستانم از من حک شده است را برتری ببخشم.
آیا روزی که من این برتری را به شخصیتم اضافه کنم دوستانم مرا خواهند شناخت یا اینکه در آینده نزدیک بعد از این تغییر مرا با آن تغییر خاص خواهند شناخت؟ قطعاً باید خودمان را به گونه ای متصور شویم که مالک و دارای آن برتری و ویژگی شده ایم و دیدگاه دوستان و دیگران به ما به شکلی است که دارای احترام و عزت با آن ویژگی خاص هستیم. البته اگر آنها دوستان من باشند این تغییر را متوجه خواهند شد، چون ما با هم در تماسیم. من همان دوستم، اما آنها مرا متفاوت می‌بینند و زمانی که قرار است خود را با آن ویژگی جدید متصور شویم باید در دید دوستانمان به گونه‌ای باشیم که دارا و مالک آن ویژگی جدید و آن برتری هستیم. حالا اجازه دهید که آنها مرا متفاوت ببینند. اجازه دهید طوری خود را متصور شوم که آنها مرا با آن ویژگی برتر می‌بینند. من اراده می‌کنم که تصور کنم همان فردی شده ام که در رویاها و تصوراتم می‌خواهم باشم. خواه آن فرد همراه با موفقیت مالی باشد، موفقیت اجتماعی یا هر نوع موفقیتی که فکر کنید. بسیار خوب، بگذار مرا آنگونه ببینند و من طوری متصور می شوم که دوستانم مرا با آن ویژگی برتر در حال مشاهده هستند. همه این تصورات در تصویرسازی ذهنی من است. من ساختار ذهنیم را بازسازی می کنم و آن تصویرسازی ذهنی را محکم و استوار تصور می کنم، همانطور که آن تصویرسازی هنگام خواب هم با این حس که آن تصورات به حقیقت پیوسته اند آنها را لمس می کنم. بسیار خوب، حالا اگر این اصل درست باشد، هر چیزی و هر رخدادی نوع خودش را در پی خواهد داشت. خیر خیر در پیش خواهد داشت و نیکی نیکی در پیش خواهد داشت. من در حال کاشتن دانه ای تازه هستم. این همان دانه ایست که در کتابهای مقدس از آنها صحبت شده. من نباید خودم را گمراه کنم که خداوند درون من که همان تصویر سازی ذهنی من است، که البته جعلی و تقلبی نیست. اگر من اراده کنم که تصور کنم که انسانی هستم که میخواهم باشم و البته منطق و احساسات من ممکن است آن را انکار کنند یا تجربیات من از دنیای اطراف ممکن است در حال حاضر آن وجود را و آن ویژگی که میخواهم در من وجود داشته باشد را انکار کنند، با اصرار و تمرین بر این تصور، البته اگر این اصل درست باشد که من به این اصل ایمان دارم و هر چیز گونه خود را در پیش خواهد داشت و نیکی نیکی را در پیش خواهد داشت، آنگاه من میوه آن دانه را به ثمر خواهم نشاند. من این کار را به دفعات بسیار زیاد انجام دادم. بنابراین من بر اساس تجربه ام دارم این مسائل را به شما میگویم. نه تنها این کار را برای خودم کرده ام، بلکه برای دوستانم هم این کار را انجام داده ام و انجام میدهم. من شما را دوستان خودم صدا میزنم. البته این کار کوچکترین هزینه و دردسری برای من ندارد. یک بار دوستی به من گفت خبرها را از جانب من گوش بده. خب زمان کمی میبرد. البته وقتی نمیبرد که خبرهای خوب را برای دوستی بشنوی یا بازگو کنی. من این درخواست را از او گرفتم و با بهترین توانمندی و سعی آن را به وضعیت تصورم بالا بردم و ارتقا دادم و در واقع من آن حس را داشتم و میشنیدم که در آن لحظه که دارد برای من تعریف میکند و میگوید آن چیزها همانطوری هستند که همواره او میخواسته است. در حقیقت آن دوست را به گونه ای متصور شدم که به چیزهایی که میخواسته رسیده و همه چیزها همانطوری هستند که همواره او میخواسته است. خب من شما را دوست میخوانم. شما به اینجا آمده اید و به چیزهایی که من در خصوص قانون خداوندی و وعده های خداوندی تجربه کرده ام گوش میدهید. اگر این قوانین آنگونه که میخواهید برای شما به درستی کار نکرد، شما باید به چه فردی مراجعه کنید؟
البته فردی که آن مطالب را به شما میگوید، منظورم خودم است. من هرگز از شنیدن خبرهای خوب برای مردم خسته نمیشوم و هرگز از متصور شدن دیگران در جایگاه‌های عالی هم خسته نمیشوم. پس در واقع میشنوم که شما آنچه شده ای که میخواسته ای، یا چیزها همانطوری شده اند که میخواسته اید بشود. البته برای من زحمتی ندارد و متصور شدن شما در جایگاه موفقیت برای من هیچ دردسری ندارد، اما همانطور که زمان می‌گذرد و البته زمان برای همین استفاده درست است، همانطور که وحی شده است و الهام شده است، شما باید هدر دادن تفکراتت، زمانت و پولت را متوقف کنی. هر اقدام و چیزی در زندگی باید یک نوع سرمایه گذاری باشد. پس من روی تصوراتم سرمایه گذاری می کنم و متصور می شوم و می شنوم که شما دارید چیزهای خوب در مورد خودتان به من می گویید. همین نوعی از سرمایه گذاری هوشمند تصویرسازی ذهنی روی زمانم است. حالا چطور من این کار را انجام می دهم؟ من این کار را در افکارم انجام می دهم. این سرمایه گذاری هوشمندانه تفکراتم است که در بازی زمینی به نام سمبولیک پول شناخته شده است. هیچ پولی بین ما تبادل و خرج نشده است، اما پول نماد موفقیت و امنیت در این دنیا است. پس من این افکار را در نظر می گیرم که تو داری بیان می کنی. او می گوید بگذار بشنویم که تو به جای من بشنوی که این گونه خواهد شد که تو شده ای. پس من ساکت می نشینم. زمان زیادی هم از من نخواهد برد. برای هیچ فردی زمان زیادی در بر نخواهد داشت، تنها چند ثانیه. اجازه دهید متصور شویم که دیگران به گونه ای با ما سخن می گویند و برای ما تعریف می کنند که آن چیزی شده اند که همواره می خواستند و به موفقیت های بزرگ که می خواستند دست پیدا کردند. و البته برای خودتان هم با همان شدت باید متصور شوید و البته این زمان زیادی در طول روز از شما نخواهد گرفت. من به شما میگویم که این زمان تنها حدود 10 ثانیه خواهد بود، نه بیشتر از 10 ثانیه. تصور شنیدن و دیدن فردی در جلوی دیدگان خودتان در حال تعریف با شوق اینکه به همان موقعیتی که دنبالش بوده است رسیده است و به آن دست پیدا کرده است و آنچه میخواسته را اکنون دارد، تصور بسیار مثبت و عالی است. و بعد از تصور این وضعیت و این انرژی مثبت می توانید از آن فکر بیرون بیایید و دوباره به زندگی خودتان برگردید و قطعا همانطور که گفتم زمان زیادی از شما نخواهد گرفت. آن همان فعالیت خلاقانه واقعی است که شما باید انجام دهید. همین تصورات مثبت از موفقیت‌های دیگران و خودتان و تصویرسازی ذهنی از آن چه می‌خواستید به آن برسید. و در آن موقع تصویرسازی ذهنی، در آن لحظه شما یک دانه کاشتید. کجا؟ در تصویرسازی ذهنی فوق‌العاده خودتان. شما ساختار ذهنیتان را دوباره چیدید و دوباره برنامه ریزی کردید و آن دانه را کاشید. اجازه دهید یک سوال از شما بپرسم. آیا شما به خدا ایمان دارید؟ اگر شما به خدا ایمان دارید، به تصویرسازی ذهنی فوق‌العاده انسانیتان هم ایمان داشته باشید. آیا شما باور دارید که همه چیز برای خداوند ممکن است؟ پس باور داشته باشید که همه آنها هم برای تصویرسازی ذهنی فوق‌العاده انسانیتان هم ممکن است و باور داشته باشید که آن تصورات در دنیای واقعی خودشان را به منصه ظهور گذاشته اند و تبدیل به واقعیت شده اند. نه در آینده، بلکه تصویرسازی ذهنی شما به گونه ای باید باشد که شما خودتان را در آن لباس موفقیت، در آن موقعیت با موفقیت، زمانی که مالک آن موفقیت شده اید، متصور شوید و دیگران گواه و شاهدی بر آن اتفاقات و آن تصویرسازی های ذهنی در ذهن شما هستند که در حقیقت به گونه ای یا به شما دارند تبریک می گویند یا به گونه ای با شما رفتار می کنند که شما مالک آن موفقیت شده اید. دعا
دوستان همواره به یاد داشته باشید بروز و رخداد تصویرسازی های ذهنی شما در زندگی شما یک اصل است و در واقع این قانون خداوندی است.